از زمان روی کار آمدن سنی های تند روی طالبان تا کنون بارها و بارها سازمانها و نهادهای مختلف بین المللی نسبت به رفتار و اقدام های آمیز طالبان ابراز نگرانی کردند. در همین راستا پارلمان اروپا نسبت به نقض حقوق زنان و نیز وضعیت اقلیت هزاره و برخی دیگر اقلیت ها از زمان تسلط طالبان در آگوست 2021 بر افغانستان و حملات سیستماتیک و تبعیض گسترده علیه آنها ابراز نگرانی کرد. همکارم فاطمه موسوی گزارش میدهد. نمایندگان پارلمان اروپا با تصیب قطنامه ای از نقض شدید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. پارلمان اروپا با تصویب قطنامه ای از ادامه بدتر شدن اوضاع سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرد. در این قطنامه که با 532 رأی مثبت نمایندگان پارلمان اروپا تصویب شده آمده اعضای پارلمان اتحادیه اروپا محدودیت های اعمال شده توسط طالبان بر زنان را محکوم می کند. از مقام های طالبان می خواهیم تا اطمینان دهند که تمام محدودیت های جنسیتی علیه زنان لغو شود. از کشورهای جهان می خواهیم تا بهتر شدن وضعیت حقوق زنان با طالبان تعامل نکنند. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطنامه خواستند که تعامل با طالبان باید مشروط به رعایت حق آموزش و, و بازگشت زنان افغان به زندگی اجتماعی باشد. همچنین پارلمان اروپا در این قطنامه نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت گروههای اقلیت هزاره و دیگر اقلیت‌ها ها از زمان تسلط طالبان در آگوست 2021 بر افغانستان و حملات سیستماتیک و تبعیض گسترده علیه آنها از جمله بازداشت های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها، اعدام صحرایی و ناپدید شدن اجباری ابراز کرد. این قطع نامه دو روز پس از آن صادر شد که روبرتا متوسولا رئیس پارلمان اروپا گفت که اتحادیه اروپا متعهد به کمک به مردم افغانستان است نه به دولت موقت طالبان پیش از این نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رأی مثبت 116 کشور قطعنامه ای را درباره افغانستان تصدیب کرد که در آن از دولت موقت طالبان خواسته شده تا به حقوق بشر و حقوق زنان احترام بگذارد طالبان 15 آگوست 2021 در افغانستان به قدرت رسید و موانعی را برای تحصیل و کار زنان و دختران ایجاد کرد. اگرچه موانع تحصیل برای زنان و دخترانی که در دانشگاه و تا کلاس ششم تحصیل می کردند پس از مدتی برداشته شد اما به دختران در مقطع متوسطه و دبیرستان هنوز اجازه تحصیل داده نشده است. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد ماه ژانویه امسال طی گزارشی اعلام کرد که 7 میلیون و 900 هزار کودک در سنین واجد شرایط تحصیل در افغانستان در دسترسی به فرصت های آموزشی با مشکلات زیادی روبرو هستند. فاطمه موسوی اخبار شیعه